অ <laughs> Moগt به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و سهدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی صنف هشتم خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی صنف هشتم هستیم فصل پنجم قضایای مسلس میگفتیم درست است و درس نهم هستیم به خیر امروز فصل پنجم ما و شما خلاص میشه درست است اما درس امروز ما و شما چی است شاگردای عزیز درس امروز ما و شما میانه های مسلس است ده اگر در درس های گذشته باشد ما در رابطه با نیم سازهای زاویه درست است نیم سازهای زاویه داخلی مثلث عمود منصف ها یا ناصف عمودی صحبت کردیم و گفتیم که در هر مثلث نیم سازهای زاوی های داخلی یکدیگر را در یک نقطه قد میکنن درست است و عمود منصف هم این شکل است عمود منصف هم هم دیگر در یک نقطه قد می‌کند. امروز ما و شما میخوایم بخوانیم که میانه های مثلث هم دقیقا یکدیگر دیگر رو در یک نقطه قد میکنه درست است خب اما قبلی که بریم سر تخت درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته رو ما روان باید میکردین از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13. درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی یا کدام پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است میانه های مثلث اگر در درس های گذشته باشد ما در رابطه با چی گپ زدیم در رابطه با نیم سازهای زاویه های داخلی گپ زدیم عمود منصف ها و دیگه چی ارتفاع های مثلث گپ زدیم و دیدیم که ارثه اینا چی است یکدیگر را در یک نقطه قطع میکنه درست است ولی از اینا مهمتر باز چی است میانه ها است میانه های مثلث ما اول ما یک مثلث میکشیم و براتون میگیم که میانه چی است عالی در هر مثلث ما سه تا میانه داریم و میبینیم که سه تا میانه ما و شما ثبوت میکنیم امروز بخیر خیر که سه تا میانه ما و شما یک دیگر رو در یک نقطه داخل مثلث چی قطع میکنه و اون نقطه بسیار بر ما مهم است با اون نقطه میگیم مرکز ثقل مثلث درست است پس مرکز ثقل مثلث میشه جایی که میانه ها یک دیگر را قطع میکنند درست است پس باند من نوشته کنم درس امروز ما و شما چی است؟ میانه ها میانه چی است؟ میانه در یک مثلث چی است؟ شاگرد عزیز ما فرض کنیم ما و شما یک مثلث داشته باشیم این مثلث ا بی و سی ما و شما باشد چی است؟ گفتیم یک مثلث سه تا دارد درست است و سه تا زل دارد سه تا رأسیش سه تا زاویه هم گفتیم میتونیم در نظر بگیریم درست است؟ خب اما میانه چی است میگه میانه شاگرد عزیز دقت کنید میانه یک قطه خط است یا پاره که از رأس مقابل به وسط زل چی وصل میکنه رسم میکنه دقیقا وسط بی سی ما شما دریافت کنیم وسط بی سی دریافت کنیم دقیقا دا اینجا میشه وسطش سیست و از ا به بی به این نقطه وصل میکنیم این نقطه رو نامش چی میمونه به عنوان مثال نامش را ام میمونیم درست است پس AM آل میانه ما و شماست میانه من نامش چی است میانه و منظورش چی است که زل مقابل بدو نیمه مساوی تقسیم میکنه دقت کن یعنی بی سی را بدو نیمه و MC سی هر دو با هم حال چی هر دو مساوی است BM با CM ام چی مساوی است پس AM بهش میگیم چی میانه پس میانه رو فهمیدی چی میانه از رأس مقابل به زل م... به وسط زل مقابل وصل میکنیم اوکی صحیح شد دیگه فهمیدی چی رقم است نه پس به این میگیم میانه اما چون ما و شما در مسئله سه تا زل داریم پس میتونیم سه تا میانه رسم کنیم مگر سه تا میانه عالی رسم کنیم از نقطه بی و وسط AC سی وسط ای سی رو پیدا میکنیم دقیقا وسطش پیدا کنیم با خط کش اندازه میگیریم ای سی و میبینیم چند سانتی متر است با عنوان مثال 4 سانتی متر است و وسطش پیدا میکنیم 2 سانتی متر دو ده بر 2 سانتی متر بر سایست. پس از بی به این نقطه وصل میکنیم و این نقطه نامش رو با عنوان مثال N میمانیم پس BN چی میشه؟ میانه Ac میشه. و اگر ما و شما بیایم در همین مثلث وسط زل AB رو دریافت کنیم AB رو دقیقا وسط چی دریافت کنیم در اینجا میشه. سعیست؟ و از C به این نقطه وصل کنیم به این نقطه وصل کنیم این رو نام شده. با P بانیم پس میشه CP چی میشه؟ میانه زل ای بی میشه درست است و میبینیم که سه تا میانه دقیقا همدیگر در یک نقطه داخل مثلث قطع میکنه این نقطه را من نامشون با مثال او میمانم و به این نقطه که سه میانه یک دیگر را قد میکنند میگیم مرکز سقل مسلس پس او چی است؟ او مرکز سقل مسلس است پس او مرکز سقل مسلس. پس دقیقا اما نقطه ای که میانه ها همدیگر دیگر قد میکنن بایش چی میگیم؟ مرکز سقل مسلس درست است؟ فامیلی چی بخم اما این رو میخواییم کنیم این ما و شما یک شکل کشیدیم و دیدیم که میانه یک دیگر رو در یک نقطه قد میکنه اما ثبوتش در کتاب ما و شما است ثبوت میکنیم که چرا خم ثبوت میکنیم که چرا, چرا این یکدیگر دیگر رو در یک نقطه قد میکنه درست است؟ پس ما یک قضیه نوشتن میکنیم و ثبوت میکنیم درس امروز ما بوشیم همین قضیه است پس قضیه قضیه ما شما چی در هر مسلس میانه ها یک دیگر را در یک نقطه قطع میکنند و دیگه چی؟ و دیگه ادامش این هم بسیار مهم است دقت کنید در, در هر مسلس میان ها یک دیگر رو در یک نقطه قطع میکنند و چی؟ و نقطه تقاطع نقطه تقاطع میانه را به نسبت دو بر یک دو بر یک یا دو بر یک فرق میکنه یا یک بر دو فرق نمیکنه دو بر یک قد جدا میکنه خب معنای چی جمله دوم که گفته گفتیم در هر مسئله است میانه یک دیگر رو در یک نقطه قد میکنند خود خفا میده میانه دقیقا هم نقطه او گرفتیم و در یک نقطه یک دیگر رو قد کرده است و نقطه تقاطع همین نقطه ای که او گرفتیم گفتم میانه را به نسبت دو بر یک جدا می کند. چی است معنای است که ما اگه بندان مثال همه میانه بی در نظر بگیرید همین میانه بین او بی چی میشه؟ دو چند او این میشه یعنی این قسمت او این نیم او بی است سعیست به اون خاطر نسبتش میشه دو بر یک پس او بی دو برابر او این است معنی شیست سعی شد پس دهی ای ده میانه ایم در نظر بگیرید او ای او ای دو برابر او ایم میشه و میانه سی پی را اگر در نظر بگیریم او سی دو برابر او پی میشه پس این جمله دو معناشی است که ما این را باید ثبوت کنیم که این نسبت چی میشه او سی ما و شما دو برابر او پی میشه او, اے اے او ای او ما و شما دو برابر او ام میشه و بی او هم دو برابر او میشه درست است پس این و گفته که نق و نقطه تقاطع میانه ها را به نسبت دو بر یک جدا میکند میانه ها با نوشته میانه نه. میانه ها را میانه ها را چی است به نسبت دوی بر یک جدا می این قضیه ما و شماست در امروز ما و شما امیر باید ثبوت کنیم پس من تختر پاک میکنم و امیر را ثبوت می درست است فام دی چی شد دیگه نه پس در امروز ما و شما امیر قضیه است میگه که در هر مثلث ما و شما اگر میانه ها را رسم کنیم میانه ها یک دیگر را در یک نقطه چی؟ قطع میکنه اون نقطه را نامش چی مانده نقطه ای رو گفتیم مرکز ثقل مثلث درست است و باید ثبوت کنیم که آل همون نقطه تقاطع که میانه ها را یک دیگر را قد میکنن میانه ها را به نسبت دوی بر یک جدا میکنه معنای شیفی گفتیم او بی دو برابر او میشه پس ما تختر پاک میکنم و این قضیه را ثبوت میکنیم درست است؟ خب شاگرده عزیز و گرامی پس قضیه را ثبوت میکنیم پس ثبوت به این شکل ثبوت میکنیم یک مثلث دلخواه ما رسم میکنم با عنوان کمی مثلث کلانتر بکشم که دقیق دیده شود این مثلث چی باشد؟ مثلث ا. B و سی. درست است؟ این مثلث ما و شماست میخوایم ثبوت کنیم که میانه های از این مثلث یک دیگر را در یک نقطه قطع میکنند. و به نسبت همون نقطه تقاطع میانه ها را به نسبت دوی بر یک جدا میکنن درست است؟ خب ما شما یه خم میکنیم میگیم که میانه بی این وسط زل اسیر دریافت میکنیم نامش رو این میمانیم بازان مثال این میگیم چی؟ میانه بی این نامش این ماندیم سهیست؟ و وسط زل ای بی را وسط زل ای بی دریافت میکنم نامش رو این میمانم و از سی به این وصل میکنم پس بی و میانه های سی را ها رسم میکنیم پس نوشته میکنیم سو بود که میانه های میانه های بی و CN را رسم میکنیم سایست پس ما میان دو تا میان دلخوا را رسم کردیم امین نقطه ای که یکدیگر دیگر را قد میکنه نامش چی میمان؟ نامش را او بی سی فرق من, من نامشیر را بنام مثال چی میمانم؟ جی میمانم فرق نمی کنه نامش رو ماندم جی صحیح؟ نقطه تقاطر را جی می نامیم پس نقطه تقاطر را جی می نامیم تا اینجا فامیده صحیح شد دیگه نه پس ما گرفتیم چی کردیم؟ گفتیم که دقیقا میانه بی این و سی ام رسم کردیم شاگرده عزیز دقت کنید وقتی ام میانه است سی ام میانه است معناش چی است یعنی AM با ام بی مساوی است وقتی میگیم که BN ان میانه است پس AN با NC مساوی است حالا ما اگر بیایم شما اگر بیایم از همه ام و ان با همدیگه وصل کنیم ام و ان با همدیگه چی کنیم وصل کنیم چی میشه بنا به قضیه تال... تالس درست است تالس یا تالس گفتیم چی میشه چون دقیقاً ام و ان وسط زلهای ای بی و AC سی است پس MN با BC چی میشه؟ موازی میشه. درست است؟ چون وسط وسطایش است. پس عکس قضیه تالس استفاده میکنیم چون اینی ای چون AN به AM با ام بی مساوی میشه با AN به NC دقیقا چون وسطش است دیگه. مساوی میشه. درست است؟ پس نتیجه هم میگیریم که MN چی است؟ موازی با BC است. خب وقتی موازی باشد بنا به قضیه تالس پس AM به کل به AB در AN به AC مساوی میشه با MN و BC. درست است؟ پس اینو نوشتم میکنم دقت کنید من یک جای دیگه شکل میکشم که متوجه شوی ما شما اگر یک مثلث داشته باشیم یعنی مثلث دلخواه ما شما باشد دقیقا این باشد A ای B و C وسط های از یار ما شما اگر دو تا دریافت کنیم دقیقا این نامش شد ای M بانیم و این نام N ای بانیم قضیه تال سیره میگفت دیگه نه وسط هایش اگر ما شما با هم دیگه وصل کنیم پاره یا قطه خط MN با BC موازی میشه چرا؟ چون چون قضیه تالس یا تا دیگه گفتیم اگر این موازی کجازی باشد گفتیم چی میشه؟ میشه AM ام نسبت ام, ام به ام بی یا جز به کل نویشتن میکنیم ام به کل به ای بی مساوی است با ای به ای سی درست است؟ و دیگه چی؟ دیگه ام با بر بی سی هم با اینا مساوی است پس ام MN ام بر بی سی صحیح است؟ یا با هم چی هستن مساوی هستن وقتی که چی هر موازی باشد حال دقیقاً برعکس از وقتی یا دقیقاً ام و ان وسطای ذیل ای بی و ای سی باشد دقیقاً بر چی میشه این نسبت ها میشه یک بر دو این میشه چی یک بر دو میشه چون یک است یم دو چند است که وسطش میشه دیگه وقتی ام وسط باشد ای بی دو چند چی میشه ای ام میشه پس کل از یک بر دو با هم مساوی میشه درست است پس یه چی است هر با هم موازی است. پس بنا به قضیه تالیس ما و شما میگیم ام ان موازی با BC است و AM با ای بی چی میشه یک بر دو پس ای آخرم گفتیم که MN با بی سی هم با یا مساوی است پس نتیجه میگیریم ام با بی سی هم یک بر دو میشه درست است میتونیم بگیم که بی سی دو چند ام میشه پس بنا به قضیه تالیس ما و شما این نتیجه میگیریم پس میگیم که چون ام و N وسط از لا هستند چون m و N وسط از لا هستند پس به قضیه تالف چه نتیجه میگیریم؟ بنابرای قضیه تالف ما و شما چه نتیجه میگیریم؟ که ام بر یا به شک بگیم بهتر است که ام ان موازی است با بی سی و باز از این نتیجه میگیریم که mn بر چی؟ بر بی سی مساوی میشه با یک بر دو نسبتش میشه یک بر دو درست است؟ معنایش چی است؟ یعنی ام ان یک بر دوی بی سی است یا بی سی دو برابر ام است فرق نمی کنه هر کدومش نوشته کنیم درست است؟ تا اینجا خوفا میدیم آلی می چی میکنیم باز دوباره میگیم که جی بی رو در نظر بگیر چقدر عزیز بی جی بی جی رو من خودم میایم چی با خطکش اندازه میگیرم و دقیقا وسطش دریافت میکنم پس وسط بی جی رو من دریافت میکنم وسط جی سی رو هم دریافت میکنم دقیقا با خطکش و یا اردو رو به هم دیگه وصل میکنم و این نامش رو نام با سال پی و دیگر هم کیو میمانم سعیست؟ پس وسط های بی جی و جی سی رو پیدا میکنیم و به همدیگه وصل میکنیم و نام آنها چی پی و کیو ماندیم تا اینجا خوب فهمید صحیح شد دیگه نه خب عالی ده مثلث پس بیا نمیشه کنم یه کناره بعد میگیم که وسط های زل ا وسط های بی جی و سی جی را به همدیگه وصل میکنیم وسط های بی جی و سی جی را به همدیگه وصل میکنیم به هم وصل میکنیم سهیست؟ پس وسطش وصل کردیم و نامش پی و کیو ماندیم خب آل شاگرد عزیز در مثلث جی بی سی دقت کن در مثلث جی با یک بار دیگه میگم برای جی بی سی در این مثلث باز دوباره چون جی پی مساویست با پی بی درست است پی بی و GQ کیو با Q سی چون دقیقا گفتیم وسطایش هایش هست دیگه وسطایش باشه باز دوباره بنا به قضیه تالس پس در این مسلس جی بی چی میشه؟ میشه دقیقا میشه PQ چی میشه؟ نیم BC میشه چون با موازی میشه دیگه موازی میشه درست است؟ پس میگیم که بنا به قضیه تالس پس نتیجه میگیریم که PG جی PQ کیو موازی است با BC. و باز از این نتیجه هم می گیریم که PQ PQ بر BC مساوی است با 1 بر دو. صحیح است پس PQ هم 1 بر 2 BC است MN هم 1 بر 2 BC است. یعنی نیم BC است پس نتیجه هم می گیریم دو با هم چی هستند موازی هستند خب دقت کنید شاگرد عزیز ما گفتیم MN با BC موازیه PQ هم با BC موازیه پس خود از یاردو با هم چی است موازی است خودشان با هم پس از هر دو ما نتیجه میگیریم که نتیجه میگیریم ام ان موازی و مساوی با پی کیو است هم موازی است هم مساوی است موازی چرا چون اردوشان با بی سی موازی است بنا به قضیه تالس حالا مساوی چرا با هم مساوی هستند چون ام نیم بی سی است پی کیو هم نیم بی است پس هر دوش باید با هم چی باشد مساوی باشد پس نتیجه میگیریم که ام ان موازی با چی است با پی کیو و دیگه چی مساوی هم هست MN مساوی با پی کیو هست درست هست شاگرده عزیز؟ پس MN هم موازی و هم مساوی با پی کیو هست خب آلی که موازی و مساوی شد ما شما اگر این چارزلی رو در نظر بگیریم شاگرده عزیز؟ یعنی چارزلی رو در نظر بگیریم یعنی چارزلی چی میشه؟ چارزلی ام این پی کیو یک متوازی میشه درست است. یک متوازیل از لاوش حال رسامی ما کمی خوب نیست یک کم با شما دقیق بکشین چرا چرا متوازی لفظ نمیشه چون ما اینو میفهمیم در هر متوازیل لفظ اگر دو تا دو, دو, دو تا روبرو با هم موازی و مساوی باشد و چهار زلی متوازی از است در هر چهار زلی که دو زل موازی دو, دو زلای روبروی دیگه سایست هم موازی هم مساوی باشد چهار زلی ما و شما متوازیل لفظ است پس چون ام ان موازی با پی کیو و ام ان موازی مساوی با پی کیو است پس در نتیجه نتیجه میگیریم پس چارزلی ام ان پی کیو چی میشه متوازی الاضلاع میشه چون دو بر جای نیست من در اینجا نوشتم میکنم پس چارزلی ام ان پی کیو ام ان پی کیو متوازی است خب حالا که چارزلی و این چهار وسط ما و شما ام ان کیو پی یا پی کیو ام ان فرق نمی کنه همین وسط ما و شما متوازی الاضلاع شد خب ما از خاصیت های متوازی الاضلاع استفاده میکنیم. کنیم متوازی الاضلاع خاصیت های چی بود که قطرای از یکدیگر را نصف میکنند درسته درست هست؟ پس ام پی ان درست هست؟ و کیو ام چی میشه ام کیو و پی ان با هم دیگه چی هست همدیگر نصف میکنه کنن معناش است معناش است که شاید دقت کنید وقتی میگم نصف میکنن پس ام جی با جی کیو چی میشه مفاهیم میشه و N با جی پی مفاهیم میشه درست است پس در نتیجه قطر یک دیگر رو نصف میکنه وقتی یک دیگر رو نصف کنن معنیش پس من نشون میکنم قطرها ها یک دیگر رو دیگر رو نصف میکنند نصف میکنند صحیح است پس قطعه دیگر نصف کنند پس چی نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که MG با جی مساوی میشه پس در نتیجه MG جی با ام جی با جی کیو با جی کیو سایست؟ پس MG با جی کیو مساوی است با جی کیو خب شاگرده از دقت کنید خود GQ کیو بگر با کیو با کیو سی مساوی نیست چون دقیقا چی است گفتیم چرا مساوی است شاگرد عزیز 5 حق بگیم پس mg با GQ مساوی میشه و از طرف دیگه ng هم با gp مساوی میشه درست است ng با gp مساوی میشه و چون جایی ندیدم بالا نوشتم میکنم کنم شاگرد عزیز این جای نیست پس جایی بالا نوشتم میکنم پس در نتیجه نتیجه می گیریم که چی پی پی است پس gp یا pg مفایست با pg مفایست با gn مساوی با gn درست است خب پس یک بار دیگه دقت کن شاگرد عزیز گفتیم چون ما ثبوت کردیم یعنی چهار ذیل وسط متواوی الاولاست و متواوی الاولا میدانیم که قطرهاش یک دیگر را نصف میکنند گفتیم قطرا یک دیگر را نصف میکنند خب حالی که نصف کردن معناش چی است یعنی Mg ام جی با جی کیو مساوی است نشه کردن ام جی با جی کیو مساوی است درست است و پی جی با جی ان مساوی است درست است پی جی با جی ان مساوی است خب از طرف میدانیم خود دقت کن دامی دامی میانه ام ام سی رو در نظر بگیرید گفتیم ام جی با جی کیو مساوی است و خب این را میفهمیم که جی کیو با کیو سی مساوی است چرا چون گفتیم در مثلث جی بی سی دقیقاً کیو وسط جی سی است پس اینی اینی زل ما و شما که زل مساوی است خب ما ثبوت کردیم با این ای هر مساوی است پس این هر با هم مساوی میشه درست است پس ما اینجا میتونیم نشسته کنم که ام جی که مساوی با جی کیو شد ام جی مساوی جی و کیو هم با یا مساوی است مساوی است با کیو Qc پس باید میله خورتر نوشتن که جای شده جای نداریم پس نتیجه گرفتیم که mg مناسب است با gq و مسایل است با qc مسایل با gq و مسایل است با qc سایست پس این یک رابطه میشه دور خط میکشم و. و این بالا گفتیم که pg با gn مساوی میشه و اینا هم با pb مفاهیم میشه مساوی میشه با pb درست است خب وقتی که مساوی شاگرد عزیز گفتیم پس این سه تا با هم چی هست؟ مساویسته است یعنی با یعنی با یعنی مساوی خب پس نتیجه میگیریم که همین نقطه جی که چی هست دقیقاً دو تا میانه یک دیگر را قطع کردن یعنی پی جی ما و شما دو برابر جی ان میشه پس به نسبت دو به یک قد میکنه دقیقا نگاه کنید پی جی چون دو این ستا با هم مساوی پی جی دو برابر جی است و جی سی دو برابر ام است درست شد پس این ثبوت پس نتیجه میگیریم که پس در نتیجه چون من در اینجا نوشته میکنم بی جی دو برابر جی ان میشه میتونیم بگیم که بی جی بی جی بالای جی ان میشه می با دوی بر یک صحیح است بی جی بالای جی ان میشه دوی بر یک و سی جی بالای جی ام و و دیگه چی سی جی بالای Gm ام یا میشه با دوی بر یک پس هم ثبوت شاگرد عزیز درست است پس ثبوت کردیم که چی است نقطه تقاطع میانه ها اما چی است میانه را به, دو... به نسبت دوی بر یک چی قد میکنه اما و, و حالا گفتیم گفتم میانه سوم چرا هم قد میکنه به شک ثبوت میکنیم میگم که چون دو تا میانه ما شما دلخا بود ما دو تا میانه دلخواه بی ان و سی ام انتخاب کردیم نه این دیگه است ای چون دو تا میان دلخوا بود پس همین ثبوتی که ما کردیم برای هر دو میان دلخواه درست است پس من میتونم میانه مثلا ای, ای رو بگیریم ای ازاید مثلا ای زید و بی ان همین قضیه درست است یا ای با سی ام هم درست است پس چون دو تا میانه دلخواه انتخاب شده است پس برای هر دو تا میانه دیگه چی هست این قضیه برقرار است همین ثبوت کردیم درست است پس نتیجه میگیریم که این نقطه جی چی میشه نقطه همرسی یا میگیم نقطه تقاطع هر سه میانه میشه درست است و این ثبوت کردیم و این هم نتیجه گرفتیم نتیجه گرفتیم که نقطه تقاطع اما میانه ها را به نسبت دو بر یک قطع میکنه من معناش که گفتیم بی دو چنده جی است و جی سی دو چنده ام جی است درست است پس این از ثبوت قضیه ما و شما امروز ما و شما درست است پس شاگرد عزیز دقت کنید این قضیه بسیار قضیه مهم است و نقطه ای که گفتیم میانه ها یک دیگر داخل مثلث قطع میکنند به اون میگیم مرکز ثقل مثلث درست است درس امروز ما و شما شاگرد عزیز خلاص میشه ثبوت کردیم میانه های مثلث یک دیگر رو در یک نقطه قطع میکنند درست است اما تمرین های صفحه چند را باید کار کنید کارخانه ما و شما چی است تمرین های صفحه 130 کتاب را باید کار کنید و ما ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 2096470820554013 درست است شاگردای عزیز پایان فصل پنجم فصل پنجم ما و شما به خیر خلاص شد و بخیر درس بعد ما فصل شما شروع میکنیم درست است خب شاگردای عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان میسپارم